دو تا ماشین اسلایدی که مشاهده میکنین، میخوایم میزان صدا این دو تا دستگاه رو با هم دیگه مقایسه کنیم. ستار مکس اورجینال و یه موزر از برند انزو به سبک موزر 1400. این دستگاه ستار مکس صدای بسیار پایینی داره. این موزر انزو هم که صداش معمولیه مثل اکثر موزرهای دیگه. فقط میخوایم ببینیم که موزری که واقعا صداش پایینه چقدر تفاوت داره با موزرهای معمولی. یه بار گوش بدیم صداشونو. و ستار مکس حالا در ادامه میخواییم یه نرم افزار روی گوشی نصب کردیم که میزان صدا رو به صورت عددی به ما میگه. میخواییم برای این دوتا دستگاه میزان عددی صدایی که تولید میکنن رو به شما نشون بدیم و خب جزئیات این دستگاه رو، جزئیات بیشترش رو با هم دیگه ببینیم. فراموش نکنید به سایت ما beastpark.com سر بزنید، پیج اینستاگرام ما beastpark_com لطفاً لایک رو بزنید، از ما حمایت کنید که ادامه معرفی رو با هم دیگه ببینیم. سلام و درود دوباره، وقتتون بخیر دوستان عزیز. برند ستار مکس یک دستگاه اورجینال و خیلی با کیفیت، برق مستقیم، یه حجم زن و میشه گفت سایه زن. میخوایم جزئیاتش رو با هم دیگه ببینیم. از نکات قابل توجه این دستگاه اینه که صدای بسیار پایینی داره. میخوایم صداش رو با این موزری که گذاشتیم کنارش مقایسه کنیم. خب من اینا رو بذارم روی کارتون و خب قبل از هر چیزی، حالا که ترازو هست، ما وزن دستگاه رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب ستار مکس، حالا بدون سیم ما بررسی میکنیم، 411 گرم. این انزویه 419 گرم. صدای این دستگاه مثل اکثر موزرهای معمولی صدای معمولی داره و این صدای بسیار پایینی داره. به خاطر صداش خب میخواییم ما هم دیگه مقایسه کنیم. پس وزن این دستگاه شد 412 گرم. الان میخواییم میزان صدای این دوتا دستگاه رو با این نرم افزاری که روی گوشی هست به صورت عددی مقایسه کنیم. من دستگاه رو روشن میکنم. حالا اول انزو. هفتاد تا 72 دسیبل. و ستار مکس 55. مشاهده میکنید صدای بسیار پایینی داره به نسبت این دستگاه و این یکی از نکات قابل توجهش هستش که اصلا صداش واقعا شنیده نمیشه. خب این از صدای این دستگاه. بدنه بسیار مستحکمی داره و خب وزنش هم میشه گفت نسبتاً سنگینه. ما توی ویدیو قبلی موزر 1400 زرشکه رو وزن کردیم، حدود نیم کیلو بود یا 500 گرم و این دستگاه 400 گرم. خب یکم سبکتر از اونه ولی بدنه بسیار مستحکم و با دوامی داره. حلقه آویز مشاهده میکنید پشت دستگاه ستار مکس ادیشن. ولتاژش 220 تا 240، با برق ایران و کشورهای اروپایی کار میکنه. این دستگاه همونطور که مشاهده میکنید برق مستقیم هستش و سری این کابلش 3 شاخه است، نیاز به تبدیل داره. حدود 2.5 متر طول کابلشه، کابل خیلی با کیفیتی داره. و خب دکمه خاموش روشن این بغل خیلی روون و خوش دست. مشاهده میکنید کیفیت تیغه این دستگاه رو از نزدیک ببینیم. ما یه بار دیگه دستگاه میزنیم توی برق و قدرتش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. مشاهده میکنید با اینکه صدای بسیار پایینی داره ولی قدرت موتورش خیلی بالاست و اصلا نمیشه تیغه رو نگه داشت. خب پشتی تیغه مشاهده میکنید اینجا یه حالت دکمه داره که اینو اگه فشار بدی میتونیم تیغه رو باز کنیم. به این شکل مشاهده میکنید تیغه تموم فلزه. حالا این زردیه که اینجا هستش روغن دستگاه که زده شده بهش، یکم بهش حالا رنگی شده. مشاهده میکنید نم داخل دستگاه هستش. این پای در واقع تیغه هم کاملا فلزیه. بسیار دستگاه مستحکم و با کیفیتی هستش. به این شکل ما میتونیم بذاریم سر جاش. این دستگاه هم برای حجم زنی هم برای سایه زنی میتونه گزینه خیلی مناسبی باشه. برای سالن دارا یا برای استفاده خونگی باز خیلی دستگاه عالی هستش
و اینکه تیغه این دستگاه ثابته. اقلامی که همراه این ماشین اسلو هستش همونطور که مشاهده میکنید نشونه آرایشگری، برس تمیز کننده و روغن و 4 عدد شونه تو سایز 3, 6, 9 و 12، شونه های بسیار با کیفیت و پای فلزی مشاهده میکنید. کلیت این دستگاه با کیفیت رو با هم دیگه دیدیم، امیدوارم که پسندیده باشین. ممنون از اینکه تا انتها با ما بودین. فراموش نکنین با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنین. تا ویدیو معرفی دیگه، خدا نگهدار.